تو با اون احمق ازدواج کردی. میدونی بعد از اینکه با اون ازدواج کردی چه اتفاقی افتاد؟ نمیدونی؟ نابودش کردی یگیت این کارو نکن، خواهش میکنم این کارو نکن. نابودش کردی تو این کارو کردی همه چیز رو از بین بردی. آره نابودش کردی. بیا و ببین خوب نگاه کن، ببین به چه حال و روزی رسوندیم. تیکه تیکم کردی، منو از بین بردی، دقیقا مثل همین. تموم شد، الان هیچ کس نمیتونه کاری برامون بکنه. تموم شد، فهمیدی؟ تموم شد. تموم شد، جدا شدیم. اگه این جدایی باشه، چرا شاعر گفته که جدایی بخشی از عشقه؟ ببین نور، تا وقتی که قلبت اونو نخواد، این جدایی برای من هیچ معنایی نداره. هر اتفاقی که میفته بیفته، هر کاری میخوای بکنی بکن، از این به بعد من میشم سایت نور. من ازت منصرف نمیشم. اگه اسم من یگیت کوزانه، اگه این قلب منه که تو سینه میتپه، این قلب تا وقتی که تو این سینه میتپه، من هیچ وقت نمیتونم از دوست داشتنت منصرف بشم. من از گریه کردنت خسته شدم. تو خسته نشدی؟ خسته نشدم، خستم نمیشم. تموم شد، جدا شدی. اگه این جدایی باشه، چرا شاعر گفته که جدایی بخشی از عشقه؟ خوبه، حالا دیگه میخوای منو با حرفای خودم آروم کنی، درسته؟ این جدایی برای قلب من هیچ معنایی نداره. از این به بعد من میشم سایه تو، دقیقا مثل خودت. من ازت منصرف نمیشم. اگه اسم من یگیته،
اگه به قلبم مثل اسمم مطمئن باشم. این قلب تا وقتی که تو این جسم میتابه من هیچ وقت نمیتونم از دوست داشتنت منصرف بشم. خیلی خوب حفظ کردی، آفرین. آره، اینا حرفای تو بود، الانم منم اینا رو به تو میگم. بدون این که خسته بشم یا خجالت بکشم این حرفا رو تکرار میکنم. میگید این جدایی برای من هیچ معنی نداره. ببین نور خانوم، اینجا یه دفتر کاریه ها. شاید تو به خاطر نقش بازی کردن اومده باشی اینجا، اما اینجا یه مکان تفریحی نیست، دفتر کاره. و من اینجا آقا ایگیت هستم و تو باید مثل بقیه کسایی که اینجا کار میکنن نباید بدون در زدن بیای تو. الانم برو بیرون. هرچقدر میخوایی بهم توهین کن، هرچقدر میخوای تهدیدم کن، یه ماشین که هیچه، صد تا ماشینم تیکه تیکه کنی فرقی نمیکنه. حتی میتونه قلب و روح هم تیکه تیکه کنی. من منصرف نمیشم، از گریه کردن و تلاش کردنم خسته نمیشم. هرچقدر میخوای بگو تموم شد، بگو از بین رفت، اما من قبول ندارم. میدونی تو به همینو یاد دادی، با تموم شد گفتن تموم نمیشه عزیزم. وقتی اینجا اینو قبول نکنه هیچ وقت تموم نمیشه. ایگید الانم من اینو میگم، هر کاریم که بکنی من منصرف نمیشم، تسلیم نمیشم، چون من میدونم تموم نشده. این قلب اینو قبول نداره. اینجام به خاطر گرفتن چیزی که مال خودمه اومدم و مطمئن باشی هیچ وقت فراموش نمی کنم اینجا یه دفتر رسمیه. آقا جاهد خوش اومدین. سلام، خیلی ممنون. بفرمایید. همه چی خوب پیش میره؟ ممنونم. چی شده؟ رئیس اومده. آقای گیتا یا کس دیگه؟ جاهد کوزان اومده. ایلماس، 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 داری چی کار میکنی وایسا؟ بگیرینش، نذارین بره، امینو بگیرین. عجب آدمی هستی، یا یعنی چی بگیرینش؟ خب چی بگم، داشت فرار میکرد. شما داری چی کار میکنین؟ منو به زور میبرین؟ بیا بریم از اینجا، عجله کن، برو. زود باشت کن بخور، زود باش، بلام کنی، عجله کن. آبیو حرکت کن، زود باش، زود باش دیگه. یالا پسر ولم کنین، دارین چی کار میکنین؟ کن. بفرمایین آقا جاهد، اگه میخواین به پلیس زنگ بزنم. چرت و پرت نگو، پلیس برای چی؟ امین که کاری نکرده. خیلی خوب، شما برین به کارتون برسین، برین. امر دیگه ای ندارین؟ میگفتین دست و پامان ببندن. امیر من اینو نگفتم، این گفت. تو دهنتو ببند، زود باشین، چی کارم دارین؟ باید برم، خیلی کار دارم. امین، خواهرت با این وضعش اومده دنبال تو. این آبجی من نیست. امین ببین، همه چیز عوض شده، من اومدم اینجا تا آبجی تو باشم، آبجی که تو حالا نبودم. خودتم نمیفهمی چی داری میگی. اینو آوردی اینجا که چی؟ من موندم تو با چه روی اومدی اینجا و داری این حرفا رو به من میگی؟ آه یه لحظه،
نکنه اومدین منو به مراسم عروسیتون دعوت کنین. یه لحظه، تو جایی که من میدونم، آره تو زن داری، پس فکر نکنم شما برای دعوت کردن به مراسم عروسیتون اومده باشین اینجا. امین گوش بده، من چیزی برای گفتن ندارم آقا جاهد، خودشو با پول خریدی پس بچه‌ش هم میتونی بخری. امین حرف دهنتو بفهم. تو بفهم چی داری میگی؟ شما دوتا عوضی آبروی منو بردین. ببین داداش، یعنی این مایه ننگت شده؟ ها؟ امین این بچه معصوم خواهرزاده توه، این فقط بچه ای من نه، بلکه امید دوباره ای منه. به خاطر تغییر دادن و آدم خوب شدن بزرگترین شانس منه. زندگی این شانس رو به هم داد، تو هم به هم یه شانس بده، خواهش میکنم، خواهش میکنم به هم یه شانس دیگه هم بده. اوه خدا رو هزار بار شکر. ببین وقتی تو مرکز شهر باشی همه چی برات لذت بخش میشه. خیلی کار خوبی کردی دخترم، واقعا به تنفس کردن یه هوای تازه نیاز داشتیم. تا وقتی که اون نور احمق این فرهاد کنارم باشن، من از صبح تا شب خرید کنم و هوای تازه تنفس کنم بیفایده است. داریم از کنار شرکت رد میشیم. به ایگیت زنگ بزنم ببینم کجاست. خیلی وقت نرفتیم شرکت، بهتره بریم سورپرایزش کنیم. آیدم مامان، وقتی بریم اونجا همه در مورد آتش سوزی و اینکه کی دوباره مراسم عروسی رو برگزار میکنی میپرسه. اصلا حوصله این سوالاشونو ندارم. یعنی نمیخوای با مردم روبرو بشی اجلال خانوم؟ اگه نتونی شرکت بری، آرایشگام نمیتونی بری، خریدم نمیتونی بکنی. هر جایی که بری مجبوری با مردم و سوالاشون روبرو بشی. مامان. یعنی چی اوف مامان؟ هر کسی هر چیزی که میخواد بگه بگه، نباید تسلیم بشی. از اینجا دور بزن میریم شرکت. من منصرف نمیشم، از گریه کردن و تلاش کردنم خسته نمیشم. هر چقدر میخوای بگو تموم شد، بگو از بین رفت، اما من قبول ندارم. میدونی تو به همینو یاد دادی، با تموم شد گفتن تموم نمیشه عزیزم. وقتی اینجا اینو قبول نکنه هیچ وقت تموم نمیشه دید. الانم من اینو میگم، هر کاریم که بکنی من منصرف نمیشم، تسلیم نمیشم، چون من میدونم تموم نشده. این قلب اینو قبول نداره. آقا جاهد باید اینا رو امضا کنه. اینجا رو؟ اینجا رو. اینجا رو هم اینطور. باشه فهمیدم، ممنون، امضاشو میگیرم. موفق باشی. خیلی ممنون. آفرین، باید همینجوری ادامه بدی. مشکلی به اون بزرگی رو حل کردی، چرا باید خجالت بکشی؟ بیا. عزیزم منشیت اینجا نبود، خدا کنه مزاحمت نشده باشه. خیلی خوش اومدین. این چه وضعشه؟ خب راستش چیزی نیست، یه سر رفته بودم تعمیرگاه. ما هم رفته بودیم بازار، گفتیم سر رای سریم به تو بزنیم. کار خوبی کردین. بیاین بشینین، میگم براتون قهوه بیارن، منم تا اون موقع لباسمو عوض میکنم. ببین هنوزم یه دونه عکس از من اینجا نیست. چون اینجا فقط یه عکس کم نیست، خیلی چیزا کمه. نور خانم، آقای گیت مهمون دارن، گفتن براشون قهوه بیارن. آیشه هم رفته غذا بخوره، اگه زحمتی نیست میشه براشون قهوه ببری؟
بله چرا که نه. فکر نمی کردم انقدر پر رو باشی دختری بی حیا. ایگی جان یعنی تو هنوزم تعمیرگاه میری؟ معلومه که میره. همه ما این شرکت و این روزای خوبمون و مدیون همون تعمیرگاهیم. منم که چیزی نگفتم مامان، فقط گفتم سر و وضعش به هم میریزه. فکر کنم شما مستقیم اومدین بالا، درسته؟ چرا نباید میومدیم؟ خب راستش من باید یه موضوع مهمی رو بهتون بگم. میدونم برای گفتنش دیر شده ولی آقای گیت قهوه هاتون. ببین کیا اینجا. قهوه رو بذار و برو بیرون. ایگیت این یعنی چی پسرم؟ راستش میخواستم همین موضوع رو بهتون بگم. امیدوارم از قهوه خوشتون بیاد. خب بهم تبریک نمیگی؟ این یه شوخیه اجلال. ولم کن مامان، اینا خیلی واضح دارن ما رو مسخره میکنن اما تو اصلا حواست نیست. نور گفتم برو بیرون. نوش جونتون. که اینطور تو خونه همسایه، تو دفتر همکار، چیز دیگه ای هم هست ایگی جان ها؟ این زن بازم نمیخواد پرستار بچه بشه؟ تقصیر منه، همش تقصیر منه. باید زودتر از اینا بهتون میگفتم. چرا اینو استخدام کردی؟ چرا این زن رو اینجا استخدام کردی؟ میخوای منو مسخره کنی؟ من این کارو نکردم، جاهد استخدامش کرده. اون با جاهد کار میکنه. یعنی تو استخدامش نکردی، جاهد استخدامش کرده. دست در نکنه، واقعا دلیل خیلی خوبی بود. چقدر دلیلت قانع کننده است. از وقتی که این زن آوردی تو زندگیمون حتی برای یه روزم آب خوش از گلومون پایین نرفته. من تو همه یه زندگیم این چیزا رو ندیده بودم. خاله خودت میدونی که چرا، پس بهتره این آتیشو بیشتر نکنی. که اینطور یعنی هنوزم داری از اون زن دفاع میکنی؟ آره معلومه دیگه، تقصیر خودمه. من چرا تعجب کنم؟ اون زن اومد و دقیقاً کنار خونه ما خونه گرفت اما هیچی بهش نگفتی. جاهد استخدامش کرد، تو هم قبول کردی. من چرا باید تعجب کنم؟ میخواستی چی کار کنم خاله؟ ها؟ از خونش پرتش میکردم بیرون یا میرفتم با صاحب خونش دعوا میکردم و کتکش میزدم؟ چی کار میکردم؟ جاهدم حرفمو گوش نمیکنه. میخوای باهاش دعوا کنم یا شرکت بندازمش بیرون؟ به خدا زشته، چرا اینقدر الکی میخوای ازش دفاع کنی ایگیت؟ خاله خسته شدم، به خدا خسته شدم. خواهش میکنم تو حداقل درکم کن. با این وضع میخوای با دخترم ازدواج کنی؟ آره اون زن از چهار طرف محاصرت کرده، چطور میخوای این کارو بکنی؟ خاله این موضوع بسته شده، هیچ وقتم دیگه باز نمیشه. اگه اجلال بخواد همین فردا عروسی میکنیم. فهمیدین چی گفتم خاله؟ بهتر از این خوشخیالی دست برداری. تا وقتی نور دورو برته این امکان نداره. مرت اینجوری نمیتونه خوشحال باشه. ازدواج با اجلالم فراموش کن. با اون اشتباه دخترم تو اینقدر جرأت پیدا کردی اما بالاخره این دوران تو هم تموم میشه. همین جرأت و گستاخیت باعث میشه که زمین گیر بشی. هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدی، هرچند این کارم کردی، ولی میدونی الان همه چیز عوض شده، چون من دیگه اون دختری که همیشه به خاطر ناراحت نشدن بقیه ساکت میموند نیستم. دیگه ساکت نمیمونم. من به اندازه کافی ناراحت شدم، حالا دیگه نوبت شماست، نوبت ناراحت شدن شماست.
مامان دیگه نمیخوام بشنوم که بگی آروم باش، فرش کن، چیزی نگو از اینجور حرفا. تا این شرکت رو سرش خراب نکنم من چطور میتونم آروم باشم ها؟ آروم نباش دخترم، آروم نباش. چی؟ یعنی چی آروم نباش؟ دیگه واقعا دیر شده، حالا دیگه آروم باشی یا سر و صدا کنی هیچ فرقی نمیکنه. اون مارسیا زهرش رو کاملا آماده کرده. تو داری چی میگی؟ دارم میگم کارمون خیلی سخت شده اجلا، خیلی سخت. جلوتو نگاه کن، چرا انقدر به من نگاه میکنی؟ من فقط دارم به خاطر اون بچه و مامانم برمیگردم خونه، اونم فقط برای یه مدت کوتاه. تقدیر همین بوده آقا، هر جایی هم که رفتی بازم برگشتی پیش خدا. نمیدونم چرا میگم آقا، عادت دیگه، وگرنه کسی که با آدمی مثل تو آقا میگه همون بهتر که لال بشه. انقدر اشاره نکن، زبون تو تکون بده. تو هر چی دلت میخواد به هم بگو، بعد از شنیدن حرفای بچه هام، شنیدن حرفای تو چیزی نیست. الانم فقط میخوام بهش زنگ بزنی. هنوزم داره میگی بچه هام، گفتنش چقدر برات آسونه؟ اگه به خاطر وجدانم نبود، اگه پاد لبه گور نبود، مراقبت کردن ازت که هیچ حتی بهت نگاه نمیکردم، چرا نمیتونم سنگ دل باشم ها؟ ها؟ دردی که تو به اونا دادی رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. تو از بچه‌ای که مادرشون رو کشتی توقعیم دردی داری؟ خودت هم میدونی که من ازت چی میخوام. منم میدونم، میدونم گناهم خیلی بزرگه، باید خیلی وقت پیش ازشون معذرت میخواستم، ولی الان میخوام از آخرین فرصتم خوب استفاده کنم. انگار وقت رفتنمه. اگه اینو به خاطر خودم ازت خواسته باشم، دعا میکنم خدا تو اون دنیا منو نبخشه. چشم به راه میمونم. اگه بدون به دست آوردن دل بچه هم برم، تو اون دنیا رو مش ندارم. خیلی خوب باشه، زنگ میزنم، اما نه به خاطر اینکه دلم برات سوخته، خدا شاهده، فقط دارم به خاطر اون بچه ها این کارو میکنم. ایگیت، ازاد یه خواهشی دارم. اینو باش، تمام روز منتظر آقا ایگیته. تو رفته بودی غذا بخوری، کاش بودی و حال روز اجلال خانمو میدیدی. خب معلومه عزیزم، خیلی هم پر روی زل زده به ما، از دیدنش حتی اعصاب منم خورد میشه. اگه اعصابت خورد میشه، بهتره به جای این کارا حواست به کارت باشه. این دیگه خیلی پر روه. بریم بریم. Thank you.
عادل بابا بیا برات همه چیز گرفتم. میخوام با هم بشینیم و مفصل. یگیت ببین پسرم. نه عادل بابا، این کار درست نبود. پسرم یه بار بشین و به حرفاش گوش بده. تو نباید این کارو میکردی عادل بابا، نباید این کارو میکردی. پسرم این موضوع اونجوری که تو فکر میکنی نیست. من احترام خاصی برات قائلم، ولی وقتی پای این آدم وسط باشه قید تو را میزنم. کار مشکلیه، خیلی سخته. به خاطر خواهرت وایسا پسرم، به خاطر خواهرت که اصلا نمیشناسیش وایسا. خواهر و برادر من به تو هیچ ربطی نداره. منظورم خواهریه که حتی اسمشم نمیدونی پسرم. دخترم چرا این همه غذا درست کردی؟ نکنه مهمون داریم؟ نه، همین جوری درست کردم. اگه فقط خودمونیم الکی اینقدر زحمت کشیدی و خودتو خسته کردی دخترم، پس بیا منم بهت کمک میکنم. نه نه، تو برو بشین، دیگه کاری نمونده، تموم شد. وای وای وای، چه میز رنگارنگی، انگار شاهانه است. حالا میفهمم که همه یه عمرمون تو اون مزرعه هست. من که چیزی تو این میز کم نمیبینم. نکنه همسایه کناریمون میاد. من میرم بشقابا رو بیارم. این دیگه چه حرفیه، همسایه کناریمون میاد، نمیبینی چقدر ناراحته؟ من که میدونم تو دلش میگه کاشی این طور بود. این که بگه یا نگه به تو چه، چرا رو زخمش نمک میپاشی؟ عمه تو برو درو باز کن، منم بشقابا رو میچینم. حتمن این ماست خانومه، از صبح تا حالا هر چی زنگ میزنم تلفنشو جواب نمیده. الانم خیلی خوب میدونم باهاش چی کار کنم. من نمیفهمم اون گوشی واسه چیه. آه امی، پسرم، پسرم اومده. من فدات بشم پسر نازم، الهی من قربونت برم. الهی من فدات بشم پسرم، دلم برات یه ذره شده بود. چند روز پیش شما، چند روز دیگه اونجا بودم. یعنی من دو تا زن داشتم، بعدشم افتادم زندان. بعد از یه ماه خدیجه اومد زندان دیدنم. بعد از یه عالمه دعای بعد گفت داریم بچه دار میشیم. من سالها ندیدمش، حتی نمیدونستم که بچم دختر یا پسر. وقتی از زندان آزاد شدم رفتم تا از دورم که شده دخترمو ببینم. به هم بابا نگفت. آخه چطور بگه؟ خیلی تلاش کردم میگید. در حق شما که نتونستم پدری کنم. میخواستم برای اون یه پدر خوب باشم. اما قبول نکرد. خب چطور قبول میکرد؟ من چرا وایسادم دارم به حرفات گوش میدم؟ پس خدا به تو آدم بی‌لیاقت یه دختر دیگم داده. یگیت خواهرت هم اینجاست. اونم تو استانبوله. به من دست نزن. وقتی تو پدرش باشی اون خواهر من نیست، چون تو پدر من نیستی، تو هیچ کس من نیستی. اون هیچ کسی رو نداره یگیت. مادرش چند سال پیش فوت کرد، خیلی تنهاست. اومده استانبول، رفتم دنبالش، اما حتی به هم نگاه هم نکرد. جوونه، تنهاست، مثل تو خونگرم پسرم. هیچ کسی رو نداره، کمکش کن. ببین خودت هم داری اینو میگی،
چقدر خوب خودتو شناختی. چرا باید این کارو بکنم؟ در حق ما که پدری نکردی، برو برای دخترت بکن. من خیلی وقت ندارم ایگیت. گناهی که منو انداخت تو زندان داره منو از بین میبره پسرم. نفسم روز به روز داره کوتاه‌تر میشه. میدونم. دختر منه، ولی خواهر تو هم هست. خوب گوش کن چی میگم، ولی من نمیخوام هیچ کمکی به تو بکنم، فهمیدی؟ تو رو مامانت بزرگ کرده پسرم. مهربانی و دلسوزی، مردی و بزرگی رو مامانت بهت یاد داده. اون هیچ کسی رو نداره ایگید، به جز شما هیچ کسی رو نداره. زود عصبانی میشه، بی تجربه است. اما خواهرت پسرم، وقتی من پدرشم اونم میشه خواهرت. دخترمو به تو میسپارم. اینم آدرسش. از تو برای من فقط یه امانت باقی مونده، اونم درده. تو پیش من دیگه هیچ امانتی نداری. دخترمو میسپارم به تو، مواظبش باش ایگیت. دخترم دستت امانته ایگیت. دخترمو میسپارم به تو، میسپارمش به تو. نه خیر نیست ایگیت، تو نباید نگران دختر اون آدم باشی. آخه به تو چه ربطی داره؟ به تو چه ایگیت؟ چرا به دخترها نمیگی بیان اینا رو جمع کنم؟ من هر چقدرم که خرید کنم بیفایده است. اصلا خوشحالم نمی کنه. این کارا رو بذار کنار، برو پایین، بچت خسته شده. حتما اون احمقم اومده مگه نه؟ آره اومده، اما فوری دوباره رفته، دخترها گفتن، ولی لوازمش رو تو اتاق جا به جا کرده. مامان من اونو نمیگم، منظور من اون احمق نیست، جاهدو میگم. تو این موضوع تو دخالت نکن اجلال، خودم حرف میزنم، حلش میکنم. میخوای من خفه خون بگیرم؟ آره مامان، اون پسر خاله من میشه، ما از یه خانواده ایم، عموی پسر من میشه. چطور تونسته اونو بیاره توی این شرکت؟ بعد میخوای من دخالت نکنم چون گناه من خیلی بزرگه؟ آره الماس خانم، امشب برای شام خونه مامانش ایناست، شما غذا درست نکنید. چشم آقا جاهد. اجلال شب بخیر. اجلال تو برو پایین پیش پسرت. اجلال چیزی شده؟ تو حالت خوبه؟ آره خوبم جاهدون، ازت ممنونم. فهمیدم، رفته بود این شرکت. ببینم، تو فکر کردی میتونی این موضوع رو از ما مخفی کنی جاهد؟ چرا بخوام مخفی کنم خاله؟ این وظیفه من نبود، فکر میکردم ایگیت اینطور میخواد. چرا؟ تو اونو استخدام کردی، چرا وظیفه ایگیت باشه؟ ببین خیلی خوب فهمیدم، هر دوتون از دست من ناراحتی. اشتباه فکر میکنی، ناراحت نیستم، عصبانیم. به عنوان خالت و یه بزرگترت خیلی از دستت عصبانیم. باشه، میدونم به حق دارین. من میرم پایین و با اجلال حرف میزنم. نمیخواد تلاش کنی و خودتو به زحمت بندازی، اون نمیبخشتت. گوش کن خاله من. جاه تو راه تو انتخاب کردی.
خوش اومدین آقای گیت. تو داری به اون کمک میکنی. خدایا هزار بار شکر هممون دور یه میز جمع شدیم و داریم با هم شام میخوریم. پسر عمه این نازم نخواسته آبجیشو ناراحت کنه، به خاطر آبجی و خواهرزادش قبول کرده و اومده. دلم برای تو و مامانم خیلی تنگ شده بود، به خاطر شما اومدم نه به خاطر کسی دیگه. همین که اومدی خدا رو هزار بار شکر میکنم. ببین با اومدنت رو لبای عمم لبخند اومد. اوف خیلی دلمون برای تنگ شده بود. آفرین به تو ایلماس جون، با این وضع باردارید این همه راه دور رفتی و بالاخره داداشتو آوردی خونه. خیلی برای این کار دیر کردم، چون این کار جرأت زیادی میخواست که من نداشتم. خیلی دلم برای دست پخت تنگ شده بود مامان جون، دست درد نکنه. نوشه جونت خوشگله مامان، نوشه جونت. خب آقا امین، کارا چطور پیش میرفت؟ اصلا به دردم میخوردی یا نه؟ اینو باید از رئیسان بپرسین بابا. این چجور بابا گفتنه؟ انگار دشمنتم. خواهش میکنم تیار، حداقل بذار این قضا از گلومون بره پایین. شب و روز در حق اون رئیسا دعا کن، چون هیچ جایی دیگه به تو کار نمیدن. تو هم بهتر از این همه دعایی که هیچ وقت قبول نمیشه دست برداری. ببین به چه حال روزی افتادی. دخترت با یه بچه خودشو بیچاره کرده. احمق بیشور. شوهر عمی از غذات لذت ببرین. حرفای پسرتو میشنوی حفیظه؟ انگار من دشمنشم پسره. یا عمی بیا با هم بریم بیرون و یکم حرف بزنیم. زود باش. از من متنفره، از من متنفره. بیا امین بشینیم اینجا. ببین نمیخوام بگی برام ازش معذرت بخوا، خیلی اعصابم خورده، خیلی نمیخوام قلبتو رو بشکنم. بشکن اما مامانتو ناراحت نکن، خودتو کنترل کن، نباید ایلمازم ناراحت کنی. امی ایلماز عوض شده، حداقل داره تلاششو میکنه. الان اون ایلمازی که چشمش به جز پول و طلا چیزی دیگه ای رو نمیدید نیست. تو رو خدا بیخیال شو. این بارداری اونو کاملا عوض کرد. فقط این بارداری نه، بلکه اتفاقاتی که براش افتاد. حالا میخوای باور کن میخوای نکن، اونم خیلی سختی کشید و همینم باعث شد عوض بشه، براش درس عبرت شد. اون به جز حساب کردن هیچ چیزی حالیش نیست، سر کارش همیشه با یورو و دلاره. ببینم تو به من اعتماد نداری؟ نمیدونی که من و ایلماز چه روزایی رو که ندیدیم، چه بلاهایی که سرمون نیامد، حتما یه چیزایی شنیدی. اما هنوزم از خیلی چیزا بیخبریم. خب معلومه که ندارم نور. بعد از این اتفاقات با تمام وجودم من حاضرم به خاطر خواهرت قسم بخورم وقتی تو ازش دور شدی من همیشه کنارش بودم. با اون اتفاقاتی که افتاد قدم به قدم دیدم که چه جوری عوض شد. تو هم بهتره بهش شانس دیگه بدی، نه به خاطر کسی دیگه، به خاطر اون خواهرزادت، به خاطر مامانت. خواهش میکنم بهش شانس دیگه بدی. من خیلی وقت ندارم ایگیت دخترم، خواهرت هیچ کسی رو نداره، به جز شما هیچ کسی رو نداره پسرم. ایگیت در زدم اما انگار نشنیدی.
تو حالت خوبه؟ چیزی شده یگیت، به هم بگو. بازم اومد؟ ها؟ بازم اومد و ناراحتت کرد؟ من نمیفهمم با چه رویی و با چه جرأتی میاد و جلومون سبز میشه. خدا رو شکر یارن اینجا نیست، حداقل این چیزا رو نمیبینه. دخترم، خواهرت هیچ کسی رو نداره، به جز شما هیچ کسی رو نداره. داداش، جان داداش، بگو یگیت. من برای چند دقیقه میرم پایین، یه کمی کار دارم. مرد، زود باش پسرم، زود باش. بیا دیگه، راننده منتظرمونه. بیا پسرم. مامان بزرگ، ببین مامانم چی میگه. اگه من اینجوری بگم ناراحت میشی؟ من بعدن حساب مامانتم میرسم پسر خوشگلم. اما الان که داری میری نارایشگاه. الهی من قربون این شیرین زبونیات بشم، همه چیو میفهمه. پسرم، عزیزم، با من این آقا؟ آره، با تو. من عزیزت نیستم، اسم من مرته. مرد، مرد، اسم منم هارونه. چشمات شبیه چشمای بابات، همونطوری خوشگله. شما بابامو میشناسین؟ این آقایی تو میبینی حتی برای خدافظی با پسرش هم خودشو به زحمت نمیندازه و نمیاد. تا صبح تو سالن راه میرفت. اینقدر بهش فشار نیار. من دیروز باهاش حرف زدم، انگار خیلی ناراحت بود. اصلا برام مهم نیست. تو این حرفا رو بذار کنار، به فکر دشمنی که تو خونمونه باش. مثل یه موش میره تو اتاقش و خودشو قایم میکنه، بودن و نبودنش هیچ فرقی نمیکنه. برای فعلا که همینطوره، ببینم میخواد چی کار کنه. تو که بهش اعتماد نداری مگه نه؟ اون دیگه کیه؟ مرد؟ مرد؟ ببرش تو ماشین. چی؟ همین الان مرتو ببر تو ماشین. مرت؟ زود باش بیا. عمه جون، ببین دیگه جای نگرانی نیست. وقتی بیدار شد به هم زنگ بزن، یکم صبر کن. من بالاخره راضیش میکنم، باشه؟ ناراحت نباش. انشالله دخترم، انشالله.
برو عمه جون، برو، هوا سرد، سرما میخوری. قاتل.